تمام ویژگی هایی که داریم، حساسیت هایی که داریم، ضعف و قوت هایی که داریم، استعدادها و توانایی هایی که داریم، همه اینا شناخته شده نیست. برای خیلیشون برای هیچ کس شناخته شده نیست. یعنی نه ما اونا رو میشناسیم، نه دیگران اونا رو میشناسن. یه دفعه کشف میشه. مثلا خیلی از آدمای نابغه میبینی مثلا تو 30 سالگی 40 سالگی کسی نمیشناسه این ویژگی رو داره. یا خیلی از آدمایی که حالا برعکسش، مثلا ممکنه یه مشکل روحی داشته باشه، یه ناراحتی داشته باشه، یه ضعفی داشته باشه. خب ضعف و قوت ها خیلی وقتا اصلا شناخته شده نیست، یعنی هیچ کسی اینا نمیدونه. ما در خودشناسی و خودشکوفایی یکی از اهدافمون اصلا کشف همین ویژگی هاست که بتونیم روش کار بکنیم، که بتونیم تقویتش بکنیم. و توی مسیر شکوفایی یکی از سوالات اصلی ما در واقع این است. ما اینو چطوری میتونیم کشف بکنیم؟ با آزمون‌های خودسنجی، با مطالعه خودشناسی، با مطالعه روانشناسی، با دقت و تأمل در تاریخچه زندگی که ازش اومدیم، مسیری که طی کردیم، عواملی که روی ما اثر گذاشته، عوامل خانوادگی، اجتماعی، تربیتی، فرهنگی و و و و و غیره. با این بررسی‌ها میتونیم متوجه بشیم که ما احتمالاً عادت‌هایی داریم، خصوصیت‌هایی داریم، پیش‌فرض‌هایی داریم، قابلیت‌هایی داریم که هیچکس تا الان متوجهش نشده از جمله خودمون. از این طریق‌ها و از این راه‌ها در واقع میشه به اینا پی برد. یه بخش زیادی از کارهایی که من کردم، کتابایی که نوشتم همینه. یعنی محوریتش در واقع همین شناخت خیشه و خودشکوفایی که در واقع هدف اصلی این شناخت محسوب میشه. که توی کانال تلگرام هم هست، توی یوتیوب هستش، توی کتاب ها هستش و امیدوارم که بتونیم تو جلسات دیگری بیشتر به این موضوع به خصوص بپردازیم، ناشناخته های وجود خودمون و که چگونه میشه بیشتر اونا رو کشف کرد. هرچند میگم مطالب خیلی زیادی تو این زمینه تا الان، چون یکی از محورهای کار منه، نوشته شده و وجود داره توی کانالم و توی کتاب ها و آثارم.